اجتماع اون هم باشه، پس او نسبت به
اجتماع دلخواه بسته باشه. پس اگر که بذاره هر آنفاقی یا آنفاقی عضو باشه توی گو بشه ازش نسی گرفته پس اجتماع آنفاقان به عضو از او هست. و شرط سوم اینکه او تحت اشتراک متناهی بسته باشه، یعنی اگر تعداد متناهی تا وزنی جو داشته باشیم اشتراکشون هم دیگه همون جا باشیم. پس اگه که مثلا یونیتا یونیتا توی اسکریپت او باشه اون وقت اشتراک اونها توی اسکریپت او باشه. خب شرط آخر رو اینطوری هم میشه گفت که جایی که بگیم تحت هر تعداد متناهی بسته باشه بگیم تحت اشتراک دوتا بسته باشه، یعنی اگه دوتا بازی اینجا داشته باشیم اشتراکشون بازم توی او هست و برای مثل دفعا دیگه، یعنی اگه ما برای دوتا بدونیم بسته هست و یه تعداد متناهی هم بسته میشه. چرا برای سه تا بسته میشه؟ خب میگیم برای دوتا بسته هست پس اشتراک دوتا اول توش هست، حالا اشتراک دوتا اول عضو سوم میگیریم. خب او رو اگه ما یه فضای توپولوژی داشته باشیم او رو میگیم مجموعه باز، یعنی اعضای او رو میگیم مجموعه که توی x باز هستن. پس اینطور یه هم میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که x هم توی باز باشن، بگیم توی او هستن، بگیم توی x باز هستن. این رو این شرط رو اینطوری میتونیم بگیم، بگیم که اگه یک تعداد مجموعه باز داشته باشیم اجتماعشون هم باز هست. و شرط سوم رو هم اینطوری میتونیم بگیم، بگیم که اگه که یک تعداد متناهی مجموعه باز داشته باشیم اشتراک اونها باز هست. خب بگیم که چند مثال بخواهیم بزنیم. مثلا یه مجموعه همونطور که کتابم گفته یه مجموعه سه عضو رو در نظر بگیریم. خب این چیزی که میخوام بگیم اگر تو پروژه هست بگیریم و بگیریم خود x رو بگیریم و تو پروژه هست بگیریم x سه تا شرط رو به وضوح داره بگیریم یا این رو بگیریم x فرمز رو بگیرم خود مجموعه تک عضوی A یا بگیریم مجموعه تک عضوی A تک عضوی B و اجتماعی رو دارم هم باید داشته باشه. پس برای همین سه تا عوض میشه تو خود جایزی یا ساخت. همونطور اگه مجموعه یه این عوضی رو نظر گیریم این سوال باز هست، این مسئله که اگه این مجموعه یه این عوضی داشته باشیم چند تا تو پولیجی میشه روی رو تعریف کردیم. مجموعه این سوال هنوز باز هست. خب یه مثال دیگه x رو بگیره این مجموعه دلخواه، او رو بگیره این x تبدیل این کوچکترین توپولوژی هست که میشه روی x تعریف کرد. بخاطر اینکه هر توپولوژی که روی x تعریف کنیم برای شرط اول هم باید x رو توی یا داشته باشه. پس این کوچکترین توپولوژی هست که میشه روی x تعریف کرد. او رو بگیریم این بار بگیریم او رو بگیریم خود پارست فکس. خب این هم بازم میشه دیده توی این ست شرط سر میکنه و در اون بودو که این پروژه هست که روی ایکس میشه تعریف کرد. او رو بگیریم زی مجموعه از ایکس به طوری که ایکس منهای یو یا مجموعه متناهی باشه یا متناهی باشه یا خود x باشه. خب این رو هم میشه دید که این هم یک توپولوژی روی
صحبت روی اکسل میکنه، روش میگم اسمی که کتاب برای شدوشت در روحه هست Finite Complement. Finite Complement هست گرده Complement مکمل مکمل هست Finite چه هست گرده از این بشه که Finite Complement دوباره خب هم بگیم که شهر هم برای رو دیگه یعنی X و توهی هم بشون توی باید سلیم هستم چرا X هست؟ به جایی UX بگذاریم میشه X من های X توهی میشه که توهی مجموعه با ترکه هست پس X اینجا هستش توهی چرا هست؟ خب به جایی U بذاریم توهی میشه X من های توهی که خود X هست و خود X X میشه بنابراین توهی هم اینجا هستش شرط دوم رو چرا داره؟ فرض کنیم که یو آلفا توی روی انس اف باشن خب، حالا ما باید برای اینکه بگیم که اجتماعشون توی او انس اف هست بعد چی رو بگم تشکیل بگیم؟ بعد مکملشون تشکیل بگیم خب، مکمل این رو تشکیل بگیم این هست خب چون که این U آلفا توی اویل امیسیت هست پس X من های U آلفا یا متناهیه یا کل X پس هر کدوم از این ها یا متناهیه یا کل X خب این یکی از این متناهی باشه این اشتراک متناهی میشه برای این متناهی میشه پس توی این شرط صرف میکنه پس این اجتماع توی اویلیس اف این وقتی که یکی از اینا متناهی باشه اگه هیچ کدوم بشه متناهی نباشه پس بنابراین همه اینا باید x باشن خب همه اینا x باشن اشتراکشون هم میشه x پس این برابر است با x پس توی این شرط صرف میکنه پس اجتماع اویلیس آلفا توی اویلیس F هست حالا اگه اشتراکشون هم همینطور دیگه برای اشتراکشون هم اگه مثلا U1 یا U2 یا U1 تجربه توی اولیانی ست F باشه بعد نگاه کنیم به مثل اینجا XMN های اشتراک U1 تا UN یعنی برابر است با خب هر کدوم از این آیا مجموعه متناهی هست یا کل x هست اگه یکشون x باشه یعنی چی؟ اجتماع یکشون x باشه اجتماع میشه x بنابراین میشه x بنابراین میشه رو توی اویلیس اف اما اگه هیچکدومشون x نباشه بنابراین هر کدوم از این باید یه مجموعه متناهی باشه خب اینجا اجتماع متناهی یا مجموعه متناهی میشه متناهی پس این میشه متناهی پس توی این شرط سر میکنه برای این شرکشون توی اویلیس اف هست چیزی که یادم رفت بگیرم اسم این رو طورم اسمم برش بگذاریم این توپولوژی رو بهش میگیم توپولوژی بدیهی تریویا و این توپولوژی بهش میگیم توپولوژی گسسته دیسکریت پس دو توپولوژی هم دو تا اسم براش میگذاریم که اگه خواستیم بهش ارجاع بدیم مشخص بشه این رو هم میتونم به جایی اینکه بگم متناهی بگم شما را یعنی به جایی اف فرده شما بگذاریم که مثلا سی بگذاریم اینجا با این سی رو تعریف کنیم
این رو بجردیم بگیم متناهید هست یا کلده x هست، بگیم شماره هست یا کلده x هست. بازم خودتون بکنون به حالت هم بدهشون بده که این هم یکی تو کلده جمعی x تعریف کنه. خب این تخته رو پاک کنم. فرض کنید یک مجموعه داریم و دو تا کد جوش تعریف کردیم. فرض کنید پس او یک و او دو دو تا کد جوش باشن روی x. یعنی چه؟ یعنی که خب دو تا زیر مجموعه پاورست x باشن توی این سه شرط هم سر بکنن. اون وقت میگیم که اگه یه اتفاق بیفته او یک بزرگتر از او دو باشه، استدلال میگیم که این اتفاق بیفته، میگیم که او یک ضعیف‌تر هست از پایین و دو تا. پس اگه که او یک بزرگتر از او دو باشه، صدقه همون که ضعیف‌تر هست. یا اینکه میتونیم بگیم این دو روش در هست نسبت به این هست، میتونیم همینطور بگیم از واژه کورس استفاده کنیم. بعضی ها جور دیگه میگم بگم که اگه چون اتفاق ها بیافته یعنی بزرگتر هست، از میتونم بگم که او یک بزرگتر هست ناجبه. او دو یا این که میگم که این از این کوچکتر هست، پس او دو و بعضی ها دوباره توی همین جا عکسش رو میگن، یعنی اتفاق میفته میگن این از این قوی تر هست و این از این ضعیف تر هست. بنابراین اگه به کلمه ویک و استرانگ جایی برخورد کردیم، باید از متن کتاب مطمئن بشیم که منظور نویسنده چی هست. اگه توپولوژی از این توپولوژی دیگه قوی تر باشه، منظورش این هست که آیا این در این چه سمت قرار باید. خب کتاب از این واژه فاین و کورس استفاده میکنه توی کتاب از دو تا برابر این کامین کتاب پیش نمیاد. خب اصلا ممکنه که دو تا کلش به بیده ایکس داشته باشه، پس در واژه ما اصلا هم نباشن، یعنی نه او یکی مجموعه او دو باشه، نه او دو زیر مجموعه او یک باشه، یعنی کاملا اتفاق ممکنه پیش بیاد. توی همون تو کلش که سه او زیر بود
روز به ایمج رو بگیرین تو دو روز نقص تبیش رو بگیرین تو خودش رو بگیرین یکی گشن بگیرین این دو تا توپولوژی نه اول از این مجموعه دومی هست نه دومی از این مجموعه اولی هست اگه اتفاق بیفته که دو تا توپولوژی یک شد این مجموعه یک دیگه باشه میگیم که این او یک و او دو قابل مقایسه هستن یعنی حالا یا او یک زی مجموعه او دو یا او دو زی مجموعه او یک هست از واژه کامپر رو داره استفاده میکنیم پس اگه که یا این اتفاق بیفته یا یکی و وقتی که او یک رو دو قابل مقایسه هست پس اگه منظور از دو تا پروژه قابل مقایسه این هست که یکیشون زیر مجموعه دیگه است بیشتر وقتا خیلی سخت هست ما توپولوژی رو روی یک مجموعه از روش رو مشخص کنیم یعنی خیلی سخت هست که بگیم واقعا از یه رو چی هست حتی سال تنیه ها داد ممکن این کار غیر ممکن باشه یعنی که همیشه کنم داره این مجموعه میگردیم که کوچکتر از او باشه و از آشه جوری مشخص در باشه شسته رفته باشه ظاهرشون و بتونید با اون مجموعه که کوچکتر هست خود او رو بسازه این مفهوم رو بهش میگه مفهوم بیس یا پایه پس این تعریف دیگه از برای اینکه اکس تو باید یک مجموعه هست بی هم سکریپت بی هم زی مجموعه پایزت اکس هست میگیم که B یک بیس هست اگه که یک بیس هست برای یک توپولوژی اگه این شرایط برقرار بشه خب شرط اول اینکه هر اکسی که دوی اکس بزرگ اکس کوچیک بگیرم توی یکی از این اعضای این باشه یعنی هر اکسی که اینجا بگیرم توی یکی از این اعضای این بیفته مثلا هر اکسی که توی اکس بزرگ بگیرم توی بی وجود داشته باشه توی اکس شیفت بی نفتاری که اکس رو در برداشته باشه خب شرط دوم شرط دومی رو میگم یعنی که دو تا عضو اسکریپتی داشته باشیم مثل بی یک و بی دو و یک اکسی توی اشتراک اونها باشه یوز بی سه ای باشه توی اسکریپت بی که این بی سه اکس رو در برداشته باشه و از این مجموعه اشتراک بی یک و بی دو باشه پس هر بی یک در بی دوی که توی اسکریپتی بودم و هر اکسی که توی اشتراکشون میدم یکی بی سه ای وجود داشته باشه به طوری که اکس توی بی سه باشه و یک سه از این یکی بی یک اشتراکش رو بی دو باشه خب پس اگه بی این دو شرط داشته باشه بی یک بیس هست و در یک توپولوژی بیره بیس
خب توپولوژی چه فیلمی تعریف میکنم؟ توپولوژی که اصلش باید بشه و پس فرض کنیم که هر دو نفر فرض کنیم که بی یک بیس باشه برای توپولوژی بشه. این هم خودش زیر مجموعه اجتماعه
آلفا هست دیگه، تمام شد. اگه ایکس توی اجتماع یوندیس آلفا باشه، اون وقت حتما یک بی وجود داره توی اسکریپت بی، به طوری که اون بی ایکس رو در بر داشته باشه و بیتی مجموعه یوندیس اجتماع یوندیس آلفا باشه. یعنی یوندیس آلفا اجتماع یوندیس آلفا توی این شرط سر میکنه. پس اجتماع یوندیس آلفا توی یوندیس بی هست. خب شرط سوم رو هم باید چک کنیم. شرط سوم فرض کنیم که برای دو تا کافیه چک کنیم که فرض کنیم یو یک برای یو دو توی یوندیس بی باشن و ببینیم که اشتراکشون هم توی یوندیس بی هست. خب قبل از این رو بگیم باید فرض کنیم که یک اکسی توی اشتراکی دو توست. اگه اکس توی اشتراکی یو یک و یو دو باشه چون یو یک و یو دو خودشون بزده از اویندیس بی هستن، بنابراین از اینکه اکس توی یو یک هست نچه گرفته بشه که یه دونه بیگه وجود داره x توی بیگه باشه که مجموعه unit و از اینکه x توی u2 هست هم نتیجه فرشه که یک بیگه وجود داره به طوره که x رو اشتر بشه که مجموعه u2 باشه. خب حالا x توی اشتراکی بی یک و بی دو هست از این شرط دوم استفاده کنم یک و بی دو دو دوزه از اسکریپت بی هستن و x هم توی اشتراکیشون هست پس یه بی سری وجود داره x توی بی سری باشه و این بی سری مجموعه اشتراکی بی یک و بی دو باشه. خب اشتراکی بی یک و بی دو بی یک سی مجموعه یو یک هست بی دو از این مجموعه یو دو هست این سی مجموعه یو یک اشتراکی یو دو هست. پس چی اثبات کردیم؟ اثبات کردیم که هر اکسی که توی این اشتراکی یو یک و یو دو بگیریم یه دونه عضوی از اسکریپت بی هست یا اون اکس رو در بر داشته باشه و این سی مجموعه یو یک اشتراکی یو دو باشه. به عبارت دیگه یو یک اشتراک یو دو توی این شرط صفر بود. خب پس او اندیس بی که ما تعریف کرده در واقع توپولوژی روی اکس هست پس این چیز که ما گفتیم تولید شده واقعا معنی نمیده نه نه فقط یک جمله بیمنی نیست این جمله هست که واقعا میشه که تک کلماتش دارای معنی همون معنی هست که در زبان روزمره استفاده میکنم. خب یه مثال بزنید از بیس خب ایکس رو بگیریم خود صفحه ابلوسی پس x رو بگیریم r2 b رو بگیریم همه یه مستطیل هایی که درون مستطیل ها همه درون همه مستطیل هایی که مستطیل ها از لایه موازی محور های x را بگیریم پس درون این ها را بگیریم. خب یک بیس میشه دیگه این چرا توی این بیس شرط رو اکثر بکنم دیگه واضحه دیگه هر ایکس که من توی مثلا آر رو بگیرم هم توی مستطیله هست من آقای ایکس بگیره این دلتا حتما این مستطیل من کنم خودش بزنم و اگر این ایکسی باشه که توی اشتراک دو تو مثلا مستطیل باشه حتما این مستطیله هست این مستطیل سومی هست که اون x رو در برداشته باشه و
از این مجموعه اشتراک باشه. چرا؟ مستطیل سه ما میگیریم همین اشتراک هستن. اشتراکی دو تا مستطیل خودش مستطیل. از مستطیل سه ما میگیریم خودش میگردیم بگیریم همون اشتراکی. در واقع این دو تا ما هم یکی بگیریم. خب یه مثال دیگه بزنیم. خب همون x رو تو رو بگیم R2 و این رو بگیم درونه همه یه دایره ها. پس درونه همه دایره هایی که توی صفحه میشه در اصله این رو بگیم. خب این هم دوباره بیس هست. چرا؟ بخواهم کنه که هر x که من توی صفحه میگیرم توی دایره میفته دیگه با خوزمت هم خودش دایره بزنیم. و اگر یک اکسی بیفته توی اشتراک دو تا دایره اون وقت من این دایره سه بارم میتونم اینجا بذارم که اکس رو در برداشته باشه و از این مجموعه دیگه یک اشتراک بیرو باشه. بنابراین این هم یک بیس هست روی آر. یک لیم هم بعد از اینکه این رو پاکش کنم بگم این طرف رو پاکش به طوری که x رو در برداشته باشه و از این مجموعه
یو باشه. پس بی اون میشه از سر بکنه، پس از اجراش گرفته میشه که این یو در را دوازی از وانی سر بی هست. پس هر باز که اینجا داشته باشیم توی وانی سر بی هست. عکسش هم باید چک بکنیم. اگه یک عضوی اینجور داشته باشیم مثل یو بعد بگیم که اون یو رو میشه به صورت اجتماعی از بیانی سال فان نگشش من یه رو پاکش بدارم خب با پانه با پانه یک مثال دیگه از بیس بگذاره این مثال رو بعد از این دیمان بگم ترتیب بشه مقرار از کنم خب تا اینجایی کاری هستیم ما یک توپولوژی تعریف کردیم تعریفش رو گفتیم بعد اومدیم یک تعریف گفتیم برای بیس از روی بیس اومدیم یک توپولوژی تعریف کردیم خیلی وقتا مسئله که میریم برعکس هست یعنی به جای اینکه ما یک بیس تعریف کنیم بیس رو اول تعریف کنیم بعد بیان از روش توپولوژی تعریف کنیم یک توپولوژی داریم و میخوایم که یک بیس برش پیدا کنیم یعنی مثلا این هست در واقع ما یک از توپولوژی داریم از توپولوژی کم دوباره یک اسکریپت بی میگردیم که بیس باشه توپولوژی که تعریف کنه همون توپولوژی باشه که داریم
استدامت توی چن اگه چنین چیزی پیدا بکنیم میگیم که دی یک بیس هست برای توپولوژی ما، از توپولوژی که ما. پس اگه من موفق شدم یک بی پیدا بکنم که بیس باشه، یعنی اون شرط رو که پاک کردم داشته باشه، علاوه بر این توپولوژی که تولید میکنه هم توپولوژی باشه که اول دارم، مثل همین اینکه بی یک بیس هست برای از توپولوژی که ما. پس میتونم رو باید برطرفش کنم، پس اگه این وضعیت توپولوژیک باشه ریست هست تردیه تردیه توپولوژیک ما اگه که اولی که یک بیس باشه به اون برم تردیه کردم و دومی که توپولوژی رو فکر میکنه همون توپولوژی باشه که ما از اول باهاش آغاز کردیم. خب قضیه این برای که میخوایم بگیم در واقع یک روشی به ما میده که ما بتونیم چنین بیسی رو استخراج کنیم از قضیه توپولوژیک. خودش یک گویی وجود داشته باشه
که زی مجموعه که زی مجموعه اون مجموعه باشه. در صورت که تو مجموعه مجموعه فاز متریک باز هست. خب بریم سراغ همون چه لمبیا وضعیه که اینجا گفتیم. پس فرض کنیم که بی مجموعه هست که اعضاش مجموعه باز هستن و توی این شرط هم صدر بار. اول باید بگیم که بی بیس هست. برای یک توپولوژی یعنی تو اون دو شرط صدر بار. شرط اول اینکه اگه یک اکس دلخواه توی اکس گرفتم حتما توی یکی از این باشه یکی از یک چیزی باشه اینجا که اون رو اکس رو لبر باشه باشه. خب این هم کاری نداره دیگه از شرط دوم استفاده از این شرط گفته که اگه مجموعه باز بگیره یو رو بگیریم اکس اما شما یو رو بگیریم اکس خب اکس باز هست دیگه پس بنابراین در اینجا از این استفاده کنیم حتما یک ای وجود داره توی اسکریپت بیو تا بیده اکس رو در برداشته باشه پس از این نشکه بگیریم از پس شرط اول بیس رو این داره شرط دومش چی؟ شرط دومش میگفت که اگه بی یک و بی دو تو پوز باشه از بیس و اکس بیش روشون باشه اون وقت هم یه بی سهی وجود داره که یه بی سهی وجود داره توی اسکریپت بی که اکس رو برداشته باشه زیر مجموعه بی یک اشتراک بی دو هم بشه خب یعنی چه؟ خب بی یک و بی دو که اینجا هستن پس اینجا هستن پس بازن پس این اشتراک باز خب از این استفاده کنم به جای یو بذارید اشتراک بی یک و بی دو اکس هم توی این اشتراک هست بنابراین یه بی سه باید وجود داشته باشه توی اسکریپت بی به طوری که x توی بیسته باشه و بیسته توی مجموعه یک اشتراک بی رو باشه پس این توی شرط دومه بیس هم سر میکنه پس بی در واقع بیس هست برای یک توپولوژی روی x بگیشه پس الان میدونیم که بی یک بیس هست برای توپولوژی X خب باید بشه بدیم که توپولوژی که این بی الان تولید میکنه همین توپولوژی هست که ما از اول داشتیم پس برای که اثبات لمبیا وضعیه تمام بشه و بگیم که این او یعنی سه بی همون او هست اعضای رو این مثل بیشی طوری هستن در واقع این هست مجموعه همه یه اشتباه هایی به این فرم خب یکی از اعضای نظره این بی آلفا توی هر کنون از بی آلفا توی اسکریپت بی هستن اسکریپت بیان که اینجا داشتیم که زیر مجموعه رو هست پس همه این یارفا مجموعه باز هست تک تک اینا باز هست پس این اجتماع باز هست یعنی چه یعنی از ظاهر این همشون باز هست پس وان سه زیر مجموعه او هست اما چرا او زیر مجموعه وان سه بی هست و بی مجموعه باز بگیرم اینجا مثلا یو رو بگیریم توی تو بنابرای اینجا شرطی که داریم هر ایکس توی یو بگیرم هر ایکس توی یو بگیرم یه دونه بی وجود داره توی سکریپت بی به طوری که به این شرط صرف کنم دیگه اسمش بگیرم یعنی سلس خب پس یو میشه اجتماع بی انیس اکس ها پس
یک یود فاهم اینجا گرفتم برای شوندن که به این فرمه پس اینجاستش. خب این اثبات این لنگ قضیه رو کامل میکنم. حالا فرض کنیم که ما دو تا توپولوژی داریم روی یک مجموعه x از او یک و او دو دو تا توپولوژی هستن روی x و دو تا بیس هم برای اون توپولوژی داریم، یعنی میدونیم که توپولوژی او یک رو یک بیسی مثل بی یک میتونه تولید بکنه و توپولوژی او دو رو یک بیسی مثل بی رو میتونه تولید بکنه. دوباره یک ضابطه ای میگردیم که از روی اون بیس ها بیس بی یک و بی دو بتونیم قضاوت کنیم که آیا او یک از او دو بزرگتر هست یا او دو از او یک بزرگتر هست. دقیقش به این برسیم. خب پس فرض کنیم که دو تا فازه توپولوژیک داریم مثل فرض کنیم که او یک و او دو تا توپولوژی باشن روی یک مجموعه ایکس. و فرض کنیم که بیس باشه برای او یک و این هم یک بیس باشه برای او دو. خب اون وقت شرایط زیبا هم عالی هست. این رو استفاده بر استفاده میکنه اما خطا به این هست. The following are equivalent. شرط زیبا هم معادل است. شرط اول اینکه اوتو بزرگتر از اون یک باشه و شرط دوم این رو میگه بر حسب دو تا بیس میخوام شرط دوم باشه هر یک بیس یک بگیرم و هر بیس یک اون بگیرم وجود داشته باشه یک بی دوی توی اسکریپت بی دو به طوری که بی دو اکس رو در بر داشته باشه و از این مجموعه بی یک باشه. بعد دفعه این دوتا اینکلوژن این دوتا علامت زی مجموعه بودن عکس هم دیگه هستن و این یک زی مجموعه دو هست اینجا دو زی مجموعه یک هست. برای که احساس نکتر این ساعت بهش پیدا بکنیم فرض کنیم که
مثالی که خواهی کتاب هم زده گفته فرض کنید که یک فضای توپولوژیک یک باری باشه از یک کامیون پر از ریگ مجموعه های باز باشن مجموعه ریگ ها و اجتماعات ابتدایی از ریگ ها. حالا اینکه بیان ریگ ها رو بشکنیمش به ماسه خوردش کنیم به صورت ماسش بکنیم توپولوژی یه جوری ظریف‌تر میشه این فاینر که واژه فاینر از اونجا توجیه میشه که شروعش میگه فاینر میشه توپولوژی ظریف‌تر میشه اما اعضای بیسمون رو اگه اونجا بگیم ریک ها دونه ریک ها اینجا بگیم ماسه ها اعضایش کوچیک‌تر میشه یعنی توپولوژی مون ظریف‌تر میشه وقتی خوردش کنیم به ماسه اما بیس هاش که الان ماسه ها هستن نسبت به ریخ ها کوچکتر هستن ولی میشه اینطوری بهش فکر کرد اگر اگه کار بردی از توپولوژی توی نمیدونم مهندسی عمران یا هر چیزی که بخواهم نگاه بکنه میشه اینطوری بهش هم دیگه رفت داشته باز داداش بکنم خب اگه که اون دو بزرگتر از اون یک باشه یک به دو رو ببینیم چی به اثبات کنم پس بریم بی یک بی استریپس بی یک باشه و یک باز بی مثل اکس هم توی بی یک باشه خب بی یک چون که توی اسکریپت بی یک هست از بی یک هم از این بیس هم چطوری تو پولوژی که تولید میکنه باز هستن دیگه چطور چرا اینجا اگه نگاه بکنه تو پولوژی که تولید میکنه تو رو دیگه این ها همشون توی بی هستن دیگه ولی اگه این اجتماع رو میگیرم تقلیل میکنه یکی از این ها آخر عضوی از بیس میردن رو به تو اینجا باز هست پس از بیس الان میگم توی بیس هست پس این رو اینجاست میشه پس اینجاست میشه پس الان بی یک توی بودو هست خب یه مجموعه داریم که اینجا باز هست یه عضو هم توی این هست و چون که بی دوی بیس برای این هست بنابراین این وجود دارد بی دوی اسکریپت بی رو بتونه که اکس رو داشته باشه بی روزی مجموعه بی رو کشه خب دو به یک رو چطوره بگیم؟ پس کنم که این شرط من قرار باشه میخواد این که او یک هر چیزی که توی او یک باز باشه توی او دو هم باز هست خب یک باز بگیریم از باز دل صاف بگیریم توی یک من نشون بدم که این باز دل صاف باز هست دیگه خب این الان بی یک اسمش هم بی یک بذاریم اسمش بی یک بذاریم که یک نواب باشه یه بی یکی در خواب بگیریم توی استریپت بی یک هر اکسی که توی بی یک بگیرم وجود دارد یک بی دوی توی استریپت بی دو به طوری که اکس توی بی دو باشه توی مجموعه بی یک هم باشه و این رو چون که به اکس بستگی داره پس میشه اکس هم را بی میزرم از یک عملا شد اجتماع بی دو اکس ها خب یه الان یک باز مجموعه باز میشه دیده یه الان باز میشه اجتماع از اعضای اسکریپت بی دو هست پس این باز هست توی اول
تک تک اعضای بی اسکریپت بی یک باز هستن توی او دو. از اجتماع دلخواهی از این هم اعضای این هم باز میشن توی او دو به خاطر این تو کنجه هست دیگه اجتماع دلخواهی از اعضایشن در برده. اما اجتماع دلخواهی از اعضای بی یکی هست همون اعضای اوی بی یک هستن. پس اوی بی یک مجموعه او دو میشه. اما اوی بی یک ما میدونیم بی یکی بیس هست در یه او یک. پس او یکی مجموعه او دو میشه. خب یه مثال بدم. برای مثال اون مثالی که زدیم که توی سخته رو اومدیم دو تا بیس تعریف کردیم، یک بیسش بود مجموعه در رابطه دایره ها، یکی بیس هم بود مجموعه در رابطه مستقیم هایی که از دارشون موازین پهره ایکس و هم باید هستن. از این میشه استفاده کرد که دید که در رابطه این دو تا دو کلوژه که داره کنن روی سخته با هم یک ساخت هستن دیگه. شما بگیرین یک دایره یک خواهد از یک مستقیم دل خواهد از رد یک سمتش بگیرین همیشه میشه دیگه یه رن باقی ایکس رو در برداشته باشه توی مجموعه مستقیم بشه از در واقع از این شرط استفاده کنیم. هر دایره هر مستقیم دل خواه و هر بازی که توی مستقیم باشه یک دایره وجود داره که اون دایره ایکس رو در برداشته باشه توی مجموعه مستقیم باشه. از توپولوژی از این نتیجه گرفته میشه که توپولوژی که مستقیم دایره ها طور میکنن این طور نشون بدن بزرگتر هست از توپولوژی که مستقیم ها طور میکنن. به طریق اون شد بود اگه من یه دایره ایده بخواه بگیرم و یک اکس هم توش بگیرم هم میشه یه مستقیم میشه اول اکس هم داخت که بیفته توی دایره بخواه در این اکس هم توپولوژی دایره ها از توپولوژی مستقیم ها کوچکتر هست یا مساوی هست. از این دو تا نتیجه گرفته میشه که این دو تا در واقع یک چیز هستن دیگه. دو تا روی هم دیگه نتیجه گرفته میشه که توپولوژی دایره ها تولید میکنن و توپولوژی مستقیم ها تولید میکنن یک هست. بیس هست برای یه توپولوژی روی آر واضحه دیگه این کار دفعه شرط بیس من بیس این رو بگیرم که آر یه واضحه میشه زرد باشه دیگه که واضحه حتما هست و اگر یکی ایسی توی اشتراکی به تو واضحه باشه یه واضحه حتما هست که ایس رو در برداشت باشه و از این مجموعه اشتراک باشه اون واضحه مثلا همین بگیره واضحه سی تا بگیریم.
از این شرایط بیس رو داره بعد برای هیتو پولوژوگی آر تولید میکنه از شما این باز آر چی میشن؟ چند اجتماع دلخواهی از اعضای پای یعنی اجتماع دلخواهی از باز پس یک وزی توی آر باز هست اگر وقتا اگر به صورت اجتماعی از باز باشه خب این رو بشکیم این تپولوژی استاندارد روی آر خب میتونیم یه بیس دیگه ای در نظر بگیریم مثلا سی اسکریپت سی اسمش رو بزنیم بگیریم همه یه نیم باز را این هم یک بیس میشه دوباره بازم میتونیم ببینیم هر گوزه که توی آر بگیرم که یکی از اینا هست و اشتراکی هر دوتا از اینا هم یک چیزی مثل خودش میشه دیگه یه چنین چیزی مثلا خاص چنین چیزی اشتراک بگیریم بازم خودش یه دونه نیم بازه میشه مثل همین ها بنابراین این هم توی شرط بیس سر بکنه و یه توپولوژی روی آر ترکیب کنه توپولوژیش رو کتاب اسمش رو گذاشته توپولوژی طرف پایین یا لار باند پس این توپولوژی آر به همراه این توپولوژی سی توضیح میکنه در این طور نشون به کتاب آر انیزه ای که لار باند پایین سش داشته بازه که توپولوژی استاندارد ظریف کوچکتر هست از توپولوژی که آرمیزه چرا؟ بخاطر اینکه با همون از اون وضعیه که پاک شهر استفاده کنیم اگه یک باز دلخواه رو در نظر بگیریم و یک ایکس هم رو در نظر بگیریم حتما یه دونه از این آشه پیدا کرد که ایکس رو در برداشته باشه از این مجموعه باز بشه بنابراین توپولوژی که تولید میکنه سی تولید میکنه از توپولوژی که بی تولید میکنه بزرگتر یا مساوی هست اما واقعا نکی هست این واقعا مساوی هم نمیتونن باشن به این خاطر مثلا چند چیزی اینجا الان صفر و یک یعنی باز هست این با این توپولوژی که سی تولید میکنه این باز هست بزرگ پایی هست اما اینجا باز نیست با این توپولوژی چرا برکه بخواد باز باشه و صفر باید بیفته توی این بازه که این بازه کلش بیفته توی این اما هر بازه من کل صفر بزنم یه مقدارش بیرون میفته برای هیچ بازه ای نیست که صفر رو برداشته بشه این مجموعه این بازه صفر یک بشه برای این واقعا نکیدن تو پروژه سی توی مطمئن باره این واقعا تو پروژه قاب رو خود جستان داشتش به صورت اکید در برده آر رو به هم تو کولیجی استان داده آر رو آر هم نیست اسم همشون میدیم تو کولیجی نور بادم جمع تر کردیم و آر هم نیست علمشون بدیم یک تو کولیجی دیگه هم که کتاب تعریف کرده که احتمالا توی مثال های بعدی متوجه استفاده کنه که این رو تعریف کرده مجموعه یک کلام ها و مثلا سکریپتی رو بگیریم مجموعه همه یه باز ها اجتماعی مجموعه همه یه باز ها یکی این کی ازش کم شد این بیس هست برای این توپولوژی روی ایکس واضحه اشتراک هر دوزی از این اگه هم دوشون اینجا باشن یه بازه میشه خودش اگه هر دوشون اینجا باشن دوباره یه چنین چیزی مثل خودش میشه و اگه یکیش اینجا باشه یکیش اینجا باشه در به این فرم میشه
بنابراین این یک بیس هست و میری تو کلوش روی آ و چون که این بیس رو در بر داره همه باز آنجا هستن تو کلوش یک رو میکنه هست تو کلوش استاندارد آ بزرگتر هست و در واقع اکیدن هم بزرگتر هست مثلا تو شکلی که این مجموعه رو هم توی آ اینجا باز هست اما توی آر باز نیست بخاطر اینکه صفر اینجا هست ولی هیچ بازه ما خود صفر نمیتونه بذاریم که زی مجموعی بشه چون که این یک نوع مقا بر هر بازه هشن لن کچیک باشه خود صفر بعضی از یک نوع ما رو داره یه توپولوژی آر تعریف میکنه یه اکی در توپولوژی از توپولوژی استاندارد بزرگتر هست با آر نیسته که نشون میده که تا آنسی که پس اکیدن از توپولوژی استاندارد آر بزرگتر هست و اینکه تو توپولوژی هم باید باید بایسه نیستن دیگه این هم میشه تو باید خودمون چک کنیم آنسی با آنسی که هم توپولوژی هستن که هم باید بایسه نیستن یعنی چیزایی وجود داره که توی توپولوژی باز هست توی اون یکی باز نیست خب یک قضیه هست یا یک لیمی هست به پایان این بخش هست که من این رو هم اضافه کنم خب یک مفهومی به نام بیس رو ما آمدیم تعریف کردیم و تو پروژه طور میکرد چه بود تو پروژه که تواصل بیس طور میشد بود اجتماع دلخواهی از اعضای بیس حالا این مفهوم دیگه ای تعریف میکنیم به نام ساب بیس یا به نام ساب بیس پس فرض کنیم که ایکس مجموعه باشه اسکریپت اس رو در نظر بگیریم که مجموعه تاورشن ایکس باشه و از اون دو تا شرطی که بیس رو رفتن بر میداش یک چی بیشتر نداشته باشه پس هر ایکس به طوری که هر ایکس که توی ایکس بگیرم هر ایکس اسی باشه توی اسکریپت اس ایکس توی اس باشه به عبارت دیگه مجموعه اس اجتماع اعضای مجموعه اس کل اکس رو بپوشونه در اون صورت میگیم که اس رو میگیم ایکس آف بیس هست برای توپولوژی اکس اشتراکت این خواهی از آیه است
این یک بیس هست برای توپولوژی بیده چرا شرط اول برای رو داره شما من واضح هست که از این اس اینجا هستن باشن بگید شما اینا اس یک تو اس ان رو بگیرید ان رو یک بگیرید یکی از اینا بیشتر نیست پس هر بازی که توی اس باشه اینجا تو بی ان اس اس هم هست بنابرای شرط اول بیسیز رو چون که این بنابرای این چیزی اینجا داریم شرط اول بیسیز رو این داره شرط دوم چی بود؟ میگفت اگه یک چیزی توی دو تا چنین چیزی رو بگیریم با هم اشتراک بگیریم و یک عضوی اونجور توی اون اشتراک باشه خب یا اگه شما دو تا چنین چیزی رو با هم اشتراک بگیریم بس خودشون میشه دیگه یکیش میشه S یک تا SN یکیش مثلا میشه T یک تا TN اشتراک که بگیریم خودش میشه اشتراک متناهی از اعضای S پس اگر X مثلا باشه یک چنین چیزی خب عضو سوم میکنن دنبالش میگردیم بگیرن خود این یعنی خودش یک عضو این هست توی اندیس ایس که اکس رو در برابر از این مجموعه خودش هم هست بنابراین ما شرط رو بکنه بیسیز به وضوع برقرار هست پس یک بیس هست پس بنابراین یک توپولوژی کنید میکنه که توپولوژی کنید میکنه دقیقا همین هست اجتماعی خواهی از اعضایی که اینطوری هست خب پس این مهندس S در واقع همون مهندس S در واقع همون مهندس D مهندس S که از توپولوژی هست اصطلاح هم میگیم که این مهندس S توپولوژی هست که توسط S تولید میشه و S سابقس هست بعد ما قسمت این قسمت رو رسیدیم تا سر قسمت سیکشن 13 بود رسیدیم تا سر سیکشن 14